سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. برای نخستین بار کالاهای صادرات افغانستان از طریق بندر لاجورد به اروپا صادر خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که تا 8 هفته آینده قالین، سنگهای قیمتی، زعفران و میوه از راه بندر آقینه به ترکمنستان، آذربایجان و ازبکستان و سپس از آنجا به ترکیه صادر شود. اما اتاق تجارت بین المللی میگوید که برای رشد و پایداری استفاده از راه لاجورد نیاز به ساخت زیربناها در بندر آقینه است. و اینجا برای بحث بیشتر حسیب ریمی، رئیس عامل اتاق تجارت کابل با ما هستند. ریمی صاحب سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. سلام بر شما و سلام خدمت بینندگان شما. سلامت باشید. آقای ریمی، بندر لاجورد قن چگونه صادرات ما از این بندر خواهیم داشت و گفته میشه که در آینده های نزدیک ما صادرات خوب از این بندر خواهیم داشت؟ خب بس اینجا هست که راه لاجورد یک دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی بین افغانستان و اروپا از راه آسیای میانه هست. حالا قبل از اینکه بپردازیم به اینکه راه لاجورد چگونه مؤثریت خواهد داشت در بحث تجارت افغانستان، بخصوص صادرات افغانستان، میپردازیم به اینکه راه لاجورد بحثش از کجا شروع شد، کدام راه ها را میپیماید و کجا میره و بالاخره چه نوع مفیدیت ها بر افغانستان دارد. راه لاجورد دهلیز ترانزیتی و ترانسپورتی لاجورد از شمال کشور از طریق بندر آقینه و همچنان از غرب کشور از طریق بندر تورغوندی میره به ترکمنباشی ترکمنستان، کالاهایی که میره و از طریق خط آهن میره به بعد از سپری نمودنه که ما یک بحث ما در زمانی که به ترکمنستان میرسه یک دسترسی کالاهای افغانستان به دریای کسپیان میشه و بعدشی میره به باکو که آذربایجان هست و بعدش میره به جورجیا و بالاخره از بنادر پوتی و باتومی جورجیا میره به طرف کرس و استانبول ترکیه و بعدن کالاهای افغانستان به اروپا وصل میشه. بحث لاجورد، دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی لاجورد از سال 2012 آغاز شد. یعنی بحث عملی از این بحث از سال 2012 بین افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان و جورجیا شروع شد که بعدن در سال 2014 ترکیه هم علاقمند شامل در شمولیت در این توافقنامه ترانزیتی و تجارتی شد که البته راه لاجورد در او زمان میخواستن که نام ازیره به نام توافقنامه بحیره سیاه بانن، به خاطر که بحیره سیاه هم دسترسی افغانستان از طریق ترکیه بعد از رسیدن معموله ها به ترکیه همچنان به بحیره سیاه دسترسی کالاهای افغانستان تامین میشه از این طریق. اما بعدش چون یک نام تاریخی راه لاجورد در زمان حدود 2000 سال قبل که افغانستان سنگهای قیمتی و بخصوص لاجورد میرفت به مارکت های اروپا و بعضی کشورهای دیگه در سطح منطقه، خواستن نام از زیر راه لاجورد بانن. بعدش سال 2014 ترکیه هم شامل از این بحث شد و یک تیم تکنیکی بین کشورها تنظیم شد که وزارتخانه های مربوطه در ترکیب از این تیم بودند تا اینکه ابعاد عملی راه لاجورد اینا به بحث بگیرند در بین کشورها. بعد از سعی و تلاش که در طول چند سال اتفاق افتید، بالاخره یک توافقنامه ترانزیتی و تجارتی راه لاجورد بین کشورها ترتیب شد و در سال 2017 نوامبر سال 2017 این توافقنامه به امضا رسید بین کشورها که در هفتمین جلسه ریکا این توافقنامه به امضا رسید و کشورها طی از او توافقنامه مباحث همچون سهولت های گمرکی، تسهیلات ویزا، تسهیلات تعرفه های گمرکی و بالاخره موضوعاتی که مربوط به تجارت و ترانزیت بین این منطقه میشه و دسترسی به بازارهای اروپا را به امضا رساند. راه لاجورد دهلیزی که با فعال شدنش
راه بازرگان افغان بر اولین بار به طرف اروپا باز میشه. دقیقاً این راه چقدر میتونه که بازرگانان افغان را از وابستگی به کشورهای همسایه نجات بده و دقیقاً چقدر میتونه موثریت داشته باشه؟ با در نظر داشت مهاد به خشک بودنش و بیشتر اتکای ترانزیتی از لحاظ ترانزیتی بالای پاکستان بخصوص در سالهای گذشته ولی کمتر در طول چند سال گذشته بعد از تاسیس دالیس‌های هوایی بین کشورها، اتکای افغانستان، اتکای مطلقش بالای پاکستان از لحاظ ترانزیت اموال و دسترسی افغانستان به بندر آبی، به بندر آب مثل کراچی، این خود یک نوع اتکای سیاسی هم بالای پاکستان تا اندازه بر افغانستان متاسفانه یک بعد منفی داشت که این میتونست پاکستان افغانستان من حیث یک مارکت دمپینگ با استفاده از این می خلاهایی که داشت استفاده بکنه. حالا با ایجاد ازی دهلیز ترانزیتی و تجارتی که میتونه افغانستان به اروپا دسترسی از دو طریق، ببینین یک تا بحثی است که بر اولین بار تاجر افغان دسترسی به مارکت های اروپا پیدا نمی کنه. ای اولین باری است که افغانستان از راه دو تا ترانسپورت خیلی ارزان و موثره که یکی خط آهن است و دیگر کشتی یا ترانسپورت بحری است، از این میتونه که دسترسی به مارکت های اروپا پیدا بکنه. حالا این هم مثل فرصت‌های دیگه تاپی هست یا هر فرصت دیگه که بر افغانستان داده شده بس همیشه این جمعه مطرح میشه که چقدر ما از این فرصت میتونیم استفاده کنیم. با چه برنامه‌ریزی های ما باید داخل این بندرش های باید چگونه استفاده کنیم؟ ما چند تا کار بنیادی باید بکنیم. پس از اپریل سال 2018 ملاقات تکنیکی که بین کشورها صورت گرفت، هر کشور آمدن و خواستن روی یک پلان عملیاتی راه لاجورد کار بکنن. خوشبختانه افغانستان هم بر اثر سر تلاش وزارتخانه های مربوطه و نهادهای مربوط به سکتور خصوصی دانستن که یک پلان عملیاتی به تطبیق راه لاجورد یا توافقنامه راه لاجورد بسازن که او پلان عملیاتی شامل چند مورد مشخص هست. بحث اول ای که ما در آقینه سولت‌های گمرکی، زیربنای گمرکی و همچنان در بندر تورغندی زیربنای موضوعات گمرکی، موضوعات لوجستیکی و همچنان موضوعات ترانسپورتی را باید انکشاف بدیم تا باشه که اینمی معمولایی را که از کشورهای اروپایی و همچنان آسیای میانه به داخل افغانستان میشه درست امو سهولت ها را برش ایجاد بکنه و همچنان از افغانستان که به بیرون از کشور میره سهولت ها را ایجاد بکنه. این کاری هست که در جریان است. ما در حال حاضر ما چقدر امکانات در حال حاضر در بندر لاجورد داریم که ما انتقالات به زودی شروع بکنیم؟ خب انتقالات که امتحانی باشه ما میتونیم، مشکل نیست، هم از بندر آقینه میشه و هم از بندر تورغندی میشه و اینمی معمولی که قرار است تا 8 هفته دیگه یا 2 ماه دیگه از افغانستان حرکت بکنه بره به طرف مارکت های اروپایی، این معموله معمولی امتحانی است که ما تجربه بکنیم که چه نوع مشکلات فراراه از این وجود داره که ما بعدن بپردازیم به حل از اون مشکلات. ببینین ما پیشترم اشاره کردم که راه لاجورد یا امی توافقنامه ترانزیتی و تجارتی لاجورد یک فرصت بزرگ بر افغانستان است که میتونه از این استفاده بکنه و خودش به دسترسی خودش به بنادر بحری تامین بکنه، همچنان مارکت های اروپایی و افغانستان یک افغانستان صادراتی به تمام معنا بسازه در رشد و انکشاف اقتصاد افغانستان. آقای رمی، ما چقدر از این فرصت استفاده میتونیم؟ در گذشته ما شاهد ایجاد خطوط آهن هم بودیم ولی دیدیم که انتقالات خوبی ما نداشتیم از طرف اروپا و کشورهای دیگر بیامد به افغانستان، ولی از این طرف ما چیز برای ما من حیث کسی که امی عباد تمام عباد امی راه لاجورد تعقیب کردیم از زمانی که امی بحثا شروع شده تا به الحال، ما امیدوار هستم با در نظر داشت تعهدی که در میان کشورها بخصوص با کشورهای آسیای میانه صورت گرفته، ما یک زمینه خوبی به خاطر استفاده از این توافقنامه داشته باشیم یا می دهلیز داشته باشیم. با چند تا دلیل میگم که ما فرصت خوب میتونیم داشته باشیم. اگر ما امنیت تجار کشورهای آسیای میانه ترکیه را تامین کرده بتانیم در افغانستان،
یکی از موارد توافقنامه ترانزیتی و تجارتی لاجورد ای است که زمینه سرمایه‌گذاری های خارجی را به خاطر انکشاف زیربنای صادراتی و همچنان ترانزیتی مهیا می سازد. یعنی تمام کشورهای عضو از توافقنامه نیاز به ای دارند که به کشورهایی که در عضو از توافقنامه هست به تجار و سرمایه گذار از اونا زمینه مساعد بسازند تا ای که سرمایه گذاری بکنند به خاطر استفاده مؤثر و بهتری از ای توافقنامه. که اگر افغانستان ما از دید استراتژیک به این مسئله اگر نگاه بکنیم، فرصت سرمایه گذاری به کشورهای عضو و تجار کشورهای عضو از این توافقنامه میتونه افغانستان خیلی خوب همکاری بکنه در قسمت رشد و انکشاف زیربنای صادراتی و همچنان زیربنای گمرک، ترانسپورت، لوجستیک و همه مواردی که در بندر تورغوندی و آقینه نیاز به انکشاف هست در او بحث کمکش بکنه و همچنان تجار افغان هم با دلپوری میره به بندر آقینه و بندر تورغوندی سرمایه گذاری میکنن در همه ابعاد از این مسئله. ها، در یک صورت نمیتونه که مسئله راه لاجورد موفق باشه که مثل بعض پروژه هایی که در داخل افغانستان فرصت دست داده که او انکشاف پیدا بکنه، امو دید سرمایه گذاری و زاویه سرمایه گذاری اونجا محدود شود. یعنی اگر قرار باشه یک تاجر افغان بره در اونجا سرمایه گذاری بکنه در عرصه ترانسپورت و لوجستیک در بندر آقینه به طور مثال، اگر این تاجر ما قرار باشه که با 100 بندر خان رستم تیر بکنه و بالاخره برسه به اجازه سرمایه گذاری در اونجا، متاسفانه این کار به جایی نمی کشانه. امی اولین معمولی که رفت اونجا. آقای رمی، مورده که در تفاهم نامه امی لاجورد ذکر شده، دقیقاً چقدر افغانستان میتونه که این خب مهار عملی بسازه؟ توافقنامه راه لاجورد از 4 بخش است و 22 ماده. بخش اول از این روی کلیات تجارت منطقه بحث میکنه، بحث دوم روی رشد و انکشاف زیربنای گمرکی در بندر تورغوندی و آقینه در بخش افغانستان و همه کشورهایی که در اینجا هست، سهولت‌های ویزه، سهولت‌های رودپاس و موترهایی که بین کشورها انتقالات میکنند، سهولت‌های تعرفه گمرکی از لحاظ مالیه و همه ابعاد که مربوط به تجارت و صادرات و مراودات تجارتی بین کشورها میشه به بحث گرفته میشه. و بخش چهارم از این موضوع توانایی های تکنیکی و بالاخره همی پلان تکنیکی و تطبیق از این توافقنامه هست. حالا روی توافقنامه روی کاغذ همه چیز خوب معلوم میشه، حتی پلان عملیاتی را که بله. طرف افغانستان ترتیب کرده که او شامل احداث خط آهن بین چند موردی است که من در اینجا یادداشت گرفتیم که میتونه بسیار خوب ایرا کمک بکنم. مثلا احداث خط آهن بین تورغوندی و هرات است که 173 کیلومتر است، مزار شبرغان هرات 657 کیلومتر است، آقینه اندخوی شبرغان 105 کیلومتر است و تمام مواردی که در خط آهن میتواند در اینمی دایره افغانستان تحت پوشش قرار بده، همچنان ایجاد یک سیستم کارگوی یک سیستم مدیریت کارگوی الکترونیک است که میتونه این همه ای مواردی که در روی کاغذ نوشته شده اگر به گونه درستش تطبیق شود میتونه که افغانستان از دید اقتصادی کمک بکنه، یک بود. و بود دیگه که اتکای افغانستان، فکر بکنین، به گونه گسترده از پاکستان از لحاظ ترانزیتی خلاص میشه. حالا آقای رحیمی، حکومت تلاش آمادگی به این داره که بیشتر ما صادرات به اروپا داشته باشیم. دقیقاً اگر این برنامه ها بخواد که بیشتر تبلیغاتی نباشه، عملی بشه، چه باید بشه؟ و دقیقاً از راه لاجورد اگر ما استفاده کنیم، چقدر از وابستگی به پاکستان مهاره هایی پیدا میکنه، بخصوص در فصل حاصلات میوه تازه؟ خب ببینین، اینجا تنها بحث صادرات افغانستان نیست در توافقنامه راه لاجورد. اینجا مراودات تجارتی بین افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، ترکیه، آذربایجان و همچنان کرگزستان هم در قسمت در این بحث شامل هست و همچنان مراودات تجارتی بین افغانستان و کشورهای اروپایی. ببینین چند تا مورد قابل بحث است در اینجا. اول اینکه آنچه روی کاغذ هست باید حکومت افغانستان تلاش بکنه و رو تطبیق بکنه، عملی بسازش، درست؟ بحث دومی که است که
امروز مارکت افغانستان از یک مورد که خیلی رنج میبره موجودیت کالاهای بیکیفیت هست. از یک قطعه گوگرد شروع تا به هر تولید دیگه که در مارکت افغانستان واریز میشه و به دسترس مردم قرار میگیره متاسفانه با کیفیت خوب نیست. اگر ما بتانیم راه لاجورده به گونه شاید و باید به مرحله تطبیق ببریم، میتونیم که اینی تولیدات بیکیفیت که از طرف پاکستان هم میآید ترفیع از این بالا بره که دیگه پاکستان نتانه در داخل افغانستان تولیدات بیکیفیت شبیاره و ما بیشتر از کشورهای ترکیه، از کشورهای آسیای میانه مثل ترکمنستان و گرجستان و قزاقستان و این جایا اقلام بیاریم داخل افغانستان و بیشتر کیفیت ارزی جنس در داخل افغانستان بلند ببریم. و بالعکس بحث صادرات افغانستان که یکی از نیازمندی های خیلی مبرم افغانستان است که افغانستان باید صادراتی شود، در بحث صادرات ما همیشه چند مورد گفتیم. ببینین معلومات مارکت، ما تنها نمیگیم که ما خط آهن احداث میکنیم، مثلا زیربنای صادرات انکشاف میتیم، زیربنای گمرکات انکشاف میتیم، مخابرات و بالاخره پروسه ویزه و رود پاس و این و آن ما تنظیم میکنیم که یک مقدار وقت و زمان میبره. بلکه ما باید معلومات مارکت اروپا و امریکا و معیاراتی که در پیرامون صادرات و پذیرش صادرات افغانستان هست، اونو رو ما باید به جامعه سکتور خصوصی بگوییم و همچنان زیر بنای صادرات انکشاف بدیم. ما بیشتر برنامه هایی که ما در قسمت راه لاجورد داریم چقدر عملی میشه نظر به تجارب گذشته و ما چقدر میتونیم، طبق شما هم در قبلا گفتین که ما میتونیم اموال با کیفیت داخل افغانستان بسازیم، از این رو چقدر برای ما میتوانستیم که اموال با کیفیت استفاده خواهد ما میتوانستیم که استفاده از یکی از فرصت دیگه بر افغانستان بتانه اقتصاد افغانستان به طرف متکی شدن به خودش ببره، به اقتصاد تولیدی و اقتصاد صادراتی مبدلش بسازه. اما فرصت راه لاجورد یا توافقنامه ترانزیتی و تجارتی راه لاجورد یگانه فرصتی به خاطر انکشاف اقتصادی افغانستان نیست. فرصت های دیگه هم بوده که در گذشته ها ما روش بحث کردیم که افغانستان میتونه از اون فرصت ها درست استفاده بکنه، ولی متاسفانه بر اساس تجربه‌ای که ما داشتیم در گذشته استفاده از این فرصت ها کم بوده، نبوده، محسوس نبوده. اما امیدوارستیم که راه لاجورد با در نظر داشت امی توافقنامه پلان عملی که پلان عملیاتی که بر راه لاجورد تنظیم شده بتانه در این عرصه، در عرصه صادراتی ساختن افغانستان و تولیدی ساختن افغانستان مؤثر واقع شود و حکومت هم تعهدش تجدید بکنه در قسمت عملی ساختن تمامی موارد از این توافقنامه. چالش هایی که در حال حاضر در بندر لاجورد وجود داره دقیقاً چه میدونه باشه؟ خب لاجورد یک بندر نیست، یک تا بحثه که این مسئله باید بر همگی روشن شود. لاجورد یک راه ترانزیتی و تجارتی هست که یک توافقنامه بین افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، ترکیه، آذربایجان و قرقیزستان ای توافقنامه به امضا رسیده و بالاخره امیر راه لاجورد یک راهی است که میتونه افغانستان از او استفاده بکنه. مواردی که در بنادر ترغندی و آقینه دو بندره که مربوط به می توافقنامه میشه و از این طریق تمام مراودات تجارتی بین افغانستان و امی کشورها صورت میگیره، بندر آقینه کمتر ولی بندر ترغندی بیشتر نیاز به انکشاف داره. بحث انکشاف از او از لحاظ زیربنای گمرک شروع تا به سیستم لوجستیکی منظمه که در دیگه کشورها بحث هندلینگ یا تطبیق امو پروسه های گمرکی بهش نام میگذارن، او بحث است، بحث ترانسپورتی هست، بحث مخابرات هست، بحث زیربنای تبادل معلومات هست در این بنادر و بالاخره به منظور داشتن یک سیستم گمرکی معیاری در آقینه و ترغندی یک عالم کاری است که باید صورت بگیره.
بحث دیگه ای که ما در داخل افغانستان نیاز داریم به ای که خطوط آهن بیشتر بسازیم تا اینمی معمولایی که در بین اینمی دو تا بندر تبادله میشه، اینمی ها بتانن به قیمت ارزان به شهرهای بزرگ افغانستان هم برسه. حالا بحث آقینه در فاریاب و ترغندی در غرب کشور تر... دو تا بحث مورد که شما اشاره میکنید چقدر این طرح ها دقیقا وجود داره؟ در پلان عملی همش وجود داره. در پلان عملیاتی که به خاطر راه لاجورد قسمی که من پیشتر هم اشاره کردم تمامش وجود داره. تمامش وجود داره، اما ای که مرحله تطبیق از این چگونه هست ما هم امیدوار هستیم. در پایان برنامه هستیم، خیلی کوتاه حرفای اخیرتان بگیریم و رضا خداحافظی. حرفای اخیر من این است که بحث راه لاجورد یک فرصت بزرگ است که ما را اتکای ما را از پاکستان کم می سازه و پاکستان دیگه نمی تانه ما را من حیث یک ابزار تجارتی و ترانزیتی استفاده بکنه. امیدوار هستم راه لاجورد به هر چیز زودتر فعال شوه و همین معمولی امتحانی که در 4-8 هفته دیگه از افغانستان حرکت میکنه ای به موفقیت به جایداد برسه و ای بندر فعال شوه. خیلی سپاس حسیب رحیمی، رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع کابل، از شما در زیر بنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 51 پول، یک یورو 85 افغانی و 58 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 89 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 4 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 3 پول، 1000 کلدار پاکستانی 588 افغانی و 1000 کلدار هندی 1064 افغانی و 7. و این هم قیمت طلا. یک گرم طلای کویتی 2400 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2300 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2500 افغانی، یک گرم طلای عربی 2340 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1880 افغانی و یک گرم طلای روسی 1800. و این هم قیمت مواد اولیه. یک کیلو شکر 53 افغانی، یک بوری آرد خارجی 1240 افغانی، یک بوری برنج خارجی 2500 افغانی، یک لیتر تیل پترول 54 افغانی و یک کیلو باز 60. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.